سلام. یارو شیخفری با جمع دزدا تو دولتش دور همی داشت، معلوم نیست چی زده بود که حسابی رفته بود فضا، همش بلوف پیروزی و موفقیت نظام میزد. اولیش سر اربعین بود که اعتراف کرد پول ملت رو دزدیده، خرج دجالگری برای اربعین کرده، اینم اعترافش. بعضیا نگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، این تعبیرات ناصحیحیه. همهش مال خونه است، مال مسجد نیست. همه اینها برای خونه خودمونه. شما نمیدونید این حضور چه جور میتونه روحیه مردم رو بالا ببره، قدرت مقاومت مردم رو بالا ببره، استقامت مردم رو بالا ببره، یک قدرت نمایی در برابر دشمنان اسلام باشه. این همه فواید معنوی و روحی و سیاسی و منطقه‌ای و جهانی. دی 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 دین فروشی با این وقاحت صاف صاف میگه قدرت نمایی برای نظام، به خیال خودش میخواد اربعین رو خرج نظام کنه، اما کور خونده. ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره. وای 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 وای، اینم یه اعتراف دیگه، میگه به مردم سخت گذشته و سخت هم خواهد گذشت، یعنی اوضاع خراب و خرابتر میشه. من در اینجا لازم میدونم یک بار دیگر از مجلس شورای اسلامی، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم. بسیار جلسه خوبی بود، جلسه روز شنبه با متانت طبق قانون. مخالفین، موافقین، وزرا صحبت کردن، رأی گیری شد و به حمدالله چهار تا وزیر با رأی بسیار خوب بار مسئولیت رو بر دوش گرفتن. اینم یه اعتراف دیگه، رأی اعتماد نمایشی تو طویله ارتجا، میگه جلسه خوب. ببینی تو طویله مجلس چطوری گاوبندی میکنن که وزیری که لبه پرگاه استیضاح بود واسه یه وزارتخونه دیگه 195 تا رأی مثبت آورده، مجلس یا طویله. بله القصه، شیخفری و دسته دزدا تو جلسه کابینه میخواستن به هر ترتیبی شده به بسیجی های گیج و بیج و پاسدارای ریزشی نظام روحیه بدن. امید درمانی واسه مردم که جواب نداشت، اما شاید به درد این بسیجی پاسدارا بخوره. فعلا خدا نگهدار.